طی چند هفته گذشته شاهد افزایش حملاتی علیه آخوندها و دیگر عوامل حکومتی تو نقاط مختلف کشور بودیم که بعضا منجر به حلاکت این عناصر هم میشد در همین زمینه واکنشهایی هم از طرف سران رژیم بوده اما علت حمله به این عوامل حکومتی چی بوده و واکنش رژیم از اون طرف چی بوده و اینکه نقش مسیر این روند به چه سمتی میره بالاخره همراه هستیم با آقای مسعود امیر پناهی با سلام به شما آقای امیر پناهی و ممنون از حضورتون در این برنامه من هم سلام میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی درود بر شما در دو سه هفته گذشته اخباری مبنی بر حمله به آخوندها و عوامل حکومتی بوده که بیشترم داره میشه ظاهرا علت چیه؟ بله در رابطه با سوالتون اجازه بدید قبل از اینکه به علت این حملات بپردازم روی دو نکته تاکید بکنم بله خواهش بود اول اینکه این حملات فقط روی آخونده نبوده بلکه روی عوامل شناخته شده حکومتی در واقع انجام شده که آخونده البته به دلیل لباسشون دم دسترین سوژه‌ای هستن یا عوامل حکومتی هستن که به اصطلاح باهشون برخورد شده نکته دوم این که از روز ششم اردیبهشت تا دیروز هیجده اردیبهشت ما بیش از یازده حمله به عوامل حکومتی داشتیم شامل ده تا حمله به در واقع در شهرهای مختلف که برخی کشته شدند و برخی هم در واقع مجروح شدند که در واقع تو بیمارستان بستری بودند سه حمله به عوامل سرکوب انتظامی بوده که هر سه تاشون کشته شدند یک حمله حمله مسلحانه به یه پادگان در نشتارود مازندران بوده که مال دیروزه این حملات همش حملات مردمیه مربوط به قانونهای شورشی نیست اونا رو دیگه باید حسابش جدا فرض کرد اولش در واقع آخون سلیمانی در مازندران بود که توسط در واقع نگهبان بانک به حلاکت رسید همزمان یه آخوند تو تهران کشته شد فرداشم یه آخوند دیگه روز بعدش هم حلاکت اون رئیس آگاهی بلوچستان رو داشتیم که با سلاح گرم کشته شد خلاصه بکنم در این سیزده روز به طور میانگین هر روز یک حمله صورت گرفته حالا با این مقدمه برگردم به سوال شما بله. ببینید این رادیکالیزم کاملا قانونمنده و روز به روز رادیکالتر و رادیکالتر هم خواهد شد ما ببینید در اگه یه نگاهی بندازیم به قبلی که مسیری که طی کردیم تا امروز ببینید ما در 25 شهریور 401 شاهد یک قیام شش ماهه بودیم که کارشناسای خود حکومت و همینطور نازنان بین المللی اسمشو گذاشتن انقلاب از دل مردم هم این شعار در اومد کافیه نگاه کنیم به آمار حلاکت عوامل سرکوب رژیم در این قیام تا مسئله قشنگ روشن بشه بیش از 178 نفر از معمولین رژیم این البته آماری خودشون میدن به دست مردم هلاک شدن در مقایسه با قیام های قبلی با یک تمرکز بیسابقه روی عوامل و سرنگشتان سرکوب بوده همونه که تو خیابون آدم میکشن ما در قیام آبان 98 حملیم به مراکز حکومتی رو به چشم دیدیم که در 48 ساعت چه اتفاقی افتاد اما در این قیام تمرکز مردم دقیقا روی عوامل سرکوب بود یعنی آدم کشا. همونه ای که تو خیابون اه، اه، چی میگن حاکمیت ضد مردمی و دیکتاتوری خامنه ای رو تحمیل میکنن به مردم بنابراین این وقتی رژیم به خواست مردم تن نمیده وقتی مردم به قول همه کارشناسان رژیم از ترس عبور کردن و وارد مرحله قهر شدن وقتی ترفند ترفند متوسط شدن به بچه شاه و نمیدونم اون آلترناتیوهای های مجازی و اصلاحاتی ها برای انحراف قیام شکست میخوره وقتی پشت پرده شعار مسخره خشونت پرهیزی افشا میشه یعنی مانع کنار میره تو ذهن مردم مالا. بله. به طور قانون جامعه به سمت رادیکالیسم پیش میره چون مانع ذهنی کنار رفته این تازه البته اولشه چون خامنه ای نه میتونه و نه میخواد به خواست مردم تن بده آخه خواست مردم تو شعارشون اینه میگن آخوند باید گم بشه آیا خامنه‌ای خودش کنار میره معلومه که نمیره بنابراین این متوسل به سرکوب میشه اما بنبست خامنه ای اینه که نه میتونه مثل سابق سرکوب سرکوب کنه نه میتونه سرکوب نکنه بر حالا بر اساس گزارش خبرگزاری فارس سپاه درست. این خبرگزاری صحبت از تروریسم سریالی میکنه چرا کم انکاس داده شده تا الان و این الان یه دفعه میزنه بیرون این موضوع بله خب ببینید چرا باید انعکاس بده <تصفح> اولا این تروریسم نیست دفاع از خوده که از جانب جوانای انقلابی در پاسخ به کشتار نمازگزاران که صد نفر توی روز کشتن و بعدم ادامه دادن سوخت بران و سایر مردم انجام شده ثانیا آخه تمام هم مقم خامنه ای تو این سالیان که ولی فقی بوده تا آبان 98 این بوده که اعتراضات مردم به سمت رادیکالیز رادیکال شدن و قهرامیز نشه بیخود که به اصلاحاتی های خاتمی چی و روحانی تن نداد که بیخود که تو همین قیام آویزون بچه شاه و آلترناتیف های مجازی نشد که تبلیغ در واقع خوشونت پرهیزی کنن همه هدفش این بود که قیام و از مسیرش رادیکالیزمش راد، رو کم بکنه و از مسیر قانونمندش منحرف کنه به همین دلیل اخبار عملیات رو سانسور میکنه چون میفهمه در شرایطی که جامعه مثل یه آتش در حال قلقل کردنه و هر لحظه ممکنه منفجر بشه هر خبری در این رابطه میتونه به سرعت راه باز کنه کانون شورشی هم همین وظیفه رو دارن با عملیاتشون همین راهو نشون میدن اینطور راه باز میکنن بله اون سانسور میکنه کانون شورشی هم اینطوری راه باز میکنن حالا با توجه به اخبار و اخبار که شما گفتین با کنش هایی که رژیم از خودش نشون میده به چه معنیه ببینید روز یازده همه اردی بهش اگه شیشم شیشم و هفتم و هشتم شاهده یک سلسله به صلاح از این چیزها بودیم روز یازده که حملات مردمی در واقع شروع شده بود ایجی ای سر جلاد خامنه ای به صحنه اومد و خواهان در واقع سرعت عمل برای اعدام شد از همون روز موج, موج جدید اعدام ها کلید خورد و تا امروز این هفتش روزی که مثلا گذشته بیش از چهل و شش نفر رو اعدام کردن که بیشترین اعدام ها مربوط به هموطنان مو بوده تروریست معروف فلاحیان اون که الان تحت تقریب بین هم هست آخوند فلاحیان وزیر اطلاعات و اون موقع رفسنجانی گفته که امام جمعه ها باید آموزش دفاع شخصی ببینن منظورش این بود که امیدی به دولت نبندین حفاظتی در کار نیست چون در میون میلیون های ایرانی خشبین محاصره هستن یا همین آخوند بروجردی یکی از این چیزای حوزه علمی قومه به قدری وحشت کرده که تازه صداش در اومده که ما چیکار کردیم که معلوم نیست تو این چهل سال کجا بوده که الان که خشم مردم رو دیده یادش افتاده که چهل سال به مردم زل کردن خلاصه کنم به طرز عجیبی وحشت کردن بنابراین به تنها کاری که بلدم متوسط میشن ایجه اعدام میکنه احمد ودی وحیدی هم که میاد تهدید میکنه که سلاح سرد و گرم مجازتش یکیه و از این حرفا البته فکر می کار دیگه از این بله. ها هم گذشته بله و به عنوان سوال آخر شما چشمنداز این نو حملات به عوامل حکومتی رو چجوری میبینید در آینده چه خواهد شد بله ببینید در مورد چشمنداز گفتم تو سوال سوال اولتونم اشاره کردم از اونجایی که مردم از دست فقر و گرسنگی و بیکاری و سرکوب و ترور حکومتی جونشون به لب رسیده یعنی شرایط عینی تو جامعه فراتر از تصور در حال قلقل کردنه از اونجایی که در واقع خامنه ای مطلقا ظرفیت عقب میشینی و تن دادن به خواست مردم رو نداره چون خواست مردم تو شهراشون هست آخون باید گم بشه تا آخون کفن نشه این وطن وطن نشود و از اونجایی که از سال 88 به این طرف گام به گام موانع انحرافی مثل اصلاحاتچی های قلاوی و حالا هم بچه شاه و آلترناتیوهای مجازی سوخته و در کنار میره و بعضا هم کنار رفته مسیر رادیکالیزم قیام باز شده و همونطور که گفتم قانونمند جامعه به سمت رادیکالیزم پیش میره چون بله. مانع ذهنی کنار رفته بله دقیقا با تشکر از اینکه محبت کردین و در این برنامه با ما همراه بودین منم هم تشکر میکنم از اینکه این, این فرصت رو ممانده